برخی معتقدند علی رستمی در دوره مدیریتش بر شرکت صنایع ملی مصر پنده کرمانی‌ها را زده. خود او اما این مسئله را قبول ندارد. انتصاب‌ها بر اساس شایسته سالاری در شرکت ملی مصر اتفاق می‌افته. ما در مجموعه استان هم تاکنون بیش از 2 تغییر بیشتر نداشتیم. هر دو انتصابم از خود استان کرمان بوده، از خارج استان نبوده. او در همایش شرکت‌های سرمایه‌گذاری خود را تکیه‌گاه کرمانی‌ها نشان می‌دهد. می‌گوید فقط کافی است قطعه‌سازان اشاره کنند، ببینند چه چیز در زنجیره تولید مصر را می‌توانند تولید کنند و اعلام آمادگی کنند. شرکت مصر حتی هزینه آزمون خطا تا حصول نتیجه را هم می‌پردازد. البته مشخص نیست چطور در یک سال مدیریتی او این تکیه‌گاه بودن هویدا نشده که معاون استاندار می‌گوید کمتر از 20% نیاز شرکت‌های بزرگ استان از داخل استان تامین می‌شود و یا در نمایشگاه تخصصی فولاد، ریختگری و ماشین‌آلات کرمان بالای 95% قطعه‌سازان از خارج از کرمان آمده بودند. از نگاه رستمی تمام انتقادهای پشت او شایعه و حاشیه‌سازی است. این ساخت و پرداخته یک سری در واقع دوستانی است که میخوان همیشه این حواشی باش و ما را ممقیده هست که خودمون باز بده. علی‌رغم همه حواشی رابطه مخدوش او با علی خانی عضو هیئت مدیره مصر و محمد کهندل مدیرعامل باشگاه مصر و تأثیرش بر بودجه باشگاه، او معتقد است کدورتی در کار نبوده. بودجه باشگاه 150 میلیارد تومان اول سال تعیین شده، تمام کمال هم پرداخت شده. همین الان هم که دارم با شما صحبت می‌کنم تمام بودجه پرداخت شده. تقریبا هیچ دستگاهی تو کشور نیست که الان بودجهش رو 100% گرفته باشه، ولی باشگاه کرمان 100% دریافت کرده، باشگاه رفسنجان 100% دریافت کرده. اینکه چرا علی خانی رو هم با خود به چین نبرده به خاطر این بوده که خب همه رو که نمی‌شود بود، همه که نمی‌تونن برن سفر خارج از کشور. ما نه، دو عضو هیئت مدیره همون نبودن، هم آقای دکتر علیزاده نبودن هم آقای دکتر علی خانی، ولی بنام نبود که مثلا همه هیئت مدیره برن سفر خارج از کشور. موضع رستمی نسبت به کرمان تقریبا مشابه صحبتهایش در نشست خبریش است. اعلام میکند هیچ برنامه‌ای برای تغییر مدیر مجتمعی مثل سرچشمه و حتی سطوح پایین‌تر ندارد، مگر افرادی که بازنشست میشوند که در آن صورت هم جای آنها را یک نیروی کرمانی می‌گیرد. آیا رستمی به وعده خود در این ارتباط چشم در چشم لنز دوربین وفادار می‌ماند؟ این موضوعی است که زمان مشخص می‌کند. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید.